سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی The Forest. این بازی هم دوباره مال همون شرکتی که بازی استریم لایف سیمولیتور، اینترنت کافه سیمولیتور، بازی کاردیلر و بازی بوردر آفیسر رو ساخته بود نیست دیگه. این دفعه این مال شرکت دیگه است که اصلا نمیدونم چه شرکتیه، ولی خیلی بازی خفنیه. داستان بازی هم اینجوریه که پدر و پسر دارن میرن مسافرت، وسط راه هواپیماشون سقوط میکنه توی جنگل و فقط این پدر زنده میمونه. بچه‌ش هم سری از این آدمای جنگلی و آدمخوار میان میدوزن و این باید بگرده بچه رو پیدا کنه، سعی کنه بتونه زنده بمونه تو اون جنگل. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بریم ببینیم داستان این یکی بازی خفن چیه. خب من سینگل پلیرشو قطعا میخوام بازی کنم، مولتی پلیر که هیچی. بازی هم از نیو گیم میریم که ببینیم چه اتفاقای خفنی توش میفته. به خاطر اینکه اولین باری هم هستش که دارم بازی میکنم، همون نرمال بازی میکنم، فکر کنم اوکی باشه. خب سفرمون مثل اینکه شروع شد، میتونیم اسکیپ بزنیم و اونجا رو رد کنیم بره، ولی من ترجیح میدم ببینیم چه اتفاقایی میخواد بیفته. آخه بچه‌ام اینجا خوابیده تخت، یه غذای آشغال تو هواپیما هم گذاشتن جلومون. چیه این سیب زمینی و پوره؟ یا اون اونوریه شبیه لازانیا یه ذره به نظر خوشمزه میاد. حالا این چیه اینجا؟ یه کتاب اینجا هست که میتونیم یه چک بکنیم یه نگاه بهش بندازیم. نمیخواست مثلا که نگاه کنه، فقط جلشو میخواست ببینه چیه. میگه که ما تو چاله هوایی افتادیم، سر جاتون بشینید و کمربنداتون رو محکم ببندید. یا ابوالفضل، اوه 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 اوه، بیدار شدی؟ آروم باش، آروم باش، آروم باشی، چی نیست، هیچ اتفاقی واسط نمیذارم بیفته، من اینجا. یا ابوالفضل، آخ آخ چه حس بدیه واقعا این بیچاره هایی که تو هواپیما سقوط میکنم. بابا بس دیگه حالا. اوه اوه اوه، داغون شد همه چی. چجوری ممکنه تو همچین اتفاقی زنده بمونه یه نفر؟ یا ابوالفضل این چیه دیگه؟ آها این قبیله اینایی که بچه ها رو میدوزه، من باید برم این بیناموسا رو پیدا کنم دهنشون رو سرویس کنم. الان اوه اوه چه درب و داغونی شده این بدبخت، چیکار کنم الان من با این؟ یه سری از غذامزه‌های مسافرها اینجا مونده، من تمام اینا رو باید وردارم که فکر کنم بد جوری بهشون نیاز پیدا میکنم. حالا حتی دستشویی هم اگه میتونستم با خودم میبردم. اینا چی بود؟ شبیه شراب بود. اینو که میخورم همینجا، فکر کنم نیاز شدیدی داشتم به غذا و آب. الان این کنار داره نشون میده دیگه، یکیش ساعت انرژیمونه که مثلا میدوی و اینا میاد پایین، یه دونش گرسنگیه، یه دونش هم هلته. اون وسط یه که شبیه معده است گرسنگیه، اون قطره آبم که معلومه دیگه تشنگیشه. خب من اینجا تو هواپیما رو قشنگ خوب اول میگردم ببینم هر چی که هست رو با خودم ببرم، چون خیلی بهشون احتیاج دارم. غذاهام همه رو برداشت، خورد، هیچی رو نگر نداشت دیگه. اینم بخور دیگه، حالا که خوردی هنوزم سیر نشده بود. چرا دیگه، اینو که خورد سیر شد. خب تموم شد دیگه تقریبا. یه نگاه دیگه سریع من بندازم ببینم چیزی رو جا نذاشته باشم که خیلی به اینا نیاز دارم. چرا دیدی، یه دونه این شیشه شراب تو دستشویی بود، اونو برش داشتم. اوه اوه من جرئت نمیکنم الان این هواپیمای برم بیرون هستم. خب دیگه باید بریم دیگه، چیکار کنیم؟ یه دونه قرص هم اینجا، این تبره رو میگیرم دستم که خیلی چیز جالبیه این. بریم ببینیم چی میشه دیگه. یا ابوالفضل، امیدوارم که اول بازی فقط چیزی بهمون حمله نکنه یه دفعه. اینا چیه؟ این چمدون مسافرای افتاده بیرون، میتونیم درشون رو وا کنیم و هر چی که توشونه رو به راحتی بدوزیم. تمامشون رو خالی میکنم و هر چی که توشونه رو برمیدارم، چون همشون رو میخوام. من قراره تو این جنگل سفر درازی داشته باشم. الان پسرم رو دوزیدن، من به هیچ کی دیگه اینجا رحم نمیکنم. اینا چی هست حالا داره برمیداره؟ قرصا رو که فهمیدم قرص بود، سنگم قطعا به کارم میاد که داره برمیداره. همه این چمدونا رو اول خالی میکنم که بریم یه جایی واسه خودمون درست کنیم دیگه. خیلی بازی حرفه‌ای و پیشرفته یه. تمام کارهایی که واقعا اگه یکی تو جنگل گیر بیفته باید انجام بده رو باید تو این بازی انجام بدی. خب اون پایین یه چیزی بهمون گفته، نیو آیتمز اویلیبل تو کرافت، پرس بی تو اوپن سروایوول بوک.
خب اینجا میگه که بی رو که بزنی میتونی یه کتاب باز کنی که راهنماییت کنه چه کارهایی باید بکنی. اینجا اولین چیزی که باز میشه میگه آیا که بزنی اینونتوری تو باز میکنه و میگه چه چیزایی تو اینونتوری داری. با راست کلیک هم میتونی ورشون داری یا بندازیشون بیرون. خب آیا بزنیم ببینیم چیا ورداشتیم. حالا چقدر باحال سفره میندازه اینونتوری رو باز میکنه، خیلی خفنه بازیش. خب چیزایی هم که ورداشتم 4 تا نوشابه است، 2 تا اسنک، چند تا دارو، چسب و چند تا برگ و اینا شبیه دستکشم. فکر کنم لباس و تو این مایه ها باشه. این چیه؟ فکر کنم باتری باشه. آره اینم باتریه، یه دونه سنگ کوچولو فکر کنم برای فندکه به درد میخوره، نمیدونم گازشو باید چی کار کنی. اینم تبره و دو تا قرص دیگه و کیف و چوب و سنگ بزرگ. حالا یه ذره دیگه من اینجا رو بگردم ببینم چمدون جا نذاشته باشم، تمام چمدونا رو خالی کنم. هر چی که دم دستم بیاد برمی‌دارم، یه جای خوبم باید پیدا کنم که کمپ بزنم، اونجا بتونم زندگی کنم. هر جا که خونه درست کنی اونجا میتونی بازی رو سیف کنی و بری بخوابی شبو. این چه چمدونه باحالیه، چه خوشگل چمدونش، باید چیز جالبی هم توش باشه. اولین چمدونی که توش لباس بود همین بود، دیدی من دور فهمیدم این چمدون مال آدم حسابی بوده. پر چمدونه اینجا، خیلی چمدون زیاد هست، خدا رو شکر چیزای زیادی میتونیم برداریم. من سری تمام چمدونا رو خالی میکنم که زیاد وقتمون تلف نشه. یه باتری دیگه، شیشه شراب دیگه، یه تیکه چوب، چقدر چیز نیست پیدا کردم. امیدوارم بتونم ازش استفاده کنم و یه چیزی واسه خودم بسازم. فقط چمدونا تقریبا دیگه تموم شدن دیگه، همشون رو برداشتم فکر کنم. من حواسم هم هی به این چمدونا و روی زمین و اینا که یه چیزی پیدا کنم. یه دفعه اگه یه چیزی بیاد سمتم پرام میریزه، با همین تبر میزنم تو صورتش به خدا قسم. سنگ بازم اینجا هست، این چوبا هم بازم میبینم. تو جایی که اینونتوریم جا داره من اینا رو جمع میکنم که یه جای خوب پیدا کنم کمپو اونجا بزنم. 100% بهترین کار اینه که کمپو نزدیک رودخونه دریاچه چیزی بزنم که به آبم دسترسی داشته باشم، بتونم تشنگی رو راحت رفعش کنم. احساس میکنم یکی داشت میدوید سمتم، نمیدونم حالا حیوان یا این لاشخوره تو جنگل بود. امیدوارم که اونا نباشن. فقط توپ تنیس الان این وسط به چه درد من میخوره؟ آخه خدا وکیلی این توپه که به دردم نمیخوره، فعلا پرتش میکنم اونور. چقدر باحال پرت میشه، قشنگ این توپ تنیس رفت واقعا. این چیه؟ یه پرنده. پرنده، آخه بیچاره رو زدم ترکوندمش، ولی مجبورم دیگه. من تو این بازی که باید برای بقا به جنگی دیگه به هیچ کس نمیتونم رحم کنم. از الان گفتم حیوان میوونا نیان سمت من دیگه. خودش کرم داشت اومده از جلوی من که انقدر گرسنه هم داره پرواز میکنه دیگه. ببین این کوچولو موچولوهایی که اینجا هم میزنم میکشم اگه یه ذره دیگه وایسن. بذار ببینیم دیگه چی هست. یه پرنده دستم در رفت، این گوشتش خیلی به دردم میخورد. خب تقریبا دیگه درست حسابی من اینجا رو گشتم دیگه. میرم بگردم دنبال جایی که بتونم کمپ بزنم و زندگی واسه خودم را بندازم اونجا. چقدر داستان داره بازی. یا ابوالفضل یه چیزی دیگه داره میاد دیگه. این پرنده ها همه آدمو میترسونن الکی. من نمیدونم چی کار باید بکنی الان. فقط میدونم باید بگردم دنبال یه رودخونه چیزی که بتونم کمپ رو بزنم حتما، چون به زودی قرار شب بشه و سرد بشه و منم از سرما بمیرم اینجا فکر کنم. آها اینجا فکر کنم جای مناسبی باشه. چقدرم چمدون افتاده اینجا. یه چیزایی هم باید این دوروبر باشه. من فکر نکنم این چمدون الکی باشه. اوه اوه این دیگه چیه؟ کاش میتونستم اینو بگیرم. وای وای بزنش بزنش دیگه بابا. این فکر کنم خیلی به دردم میخورد. حالا فرار کن. وایسا من باید تو رو بگیرم. باید بگیرمت. اینو باید بگیری. این خیلی فکر کنم به درد بخوره. بزن دیگه اسکل دیگه. باریکالله بابا آفرین. با چند تا حرکت چجوری کشتم این بدبختو. خب پوستش قطعا به کارمون میاد دیگه. نمیدونم چی داره. این تبدیل به چی شد الان؟ کلهشو کند. این کله به چه دردی میخوره الان اینجا؟ چه چیز چنده، چه کثافتیه این. من کمپو میخوام اینجا بزنم. این آتشخاله‌ای که پیدا میکنم اضافه‌رم همه رو میارم میندازم این گوشه که یادم باشه کجا گذاشتم، که بعدن که فهمیدم به چه دردی میخورن ازشون استفاده کنم. آب نبردش اینو، فقط گذاشتیمش اونجا باشه فعلا که کمپو بسازیم. کمپم کجا بزنم که بیشترین امنیتو داشته باشه؟ فکر کنم این گوشه اگه بزنم یه طرفم صخره باشه بهتر باشه. خب یه دونه کمپ واسه خودم
خودمون درست کنیم تا شب نشده جایی رو داشته باشیم واسه خودمون. این چیه؟ این الان ساده ترین حالت کمپیه که میشه بسازی. این یه دونه هانتینگ شلتره که توش میتونه بخوابه و بازی رو سیف کنه و اینا. این بالای کوچیک ترین آتیشیه که میشه روشن کرد. این یکی هم میوه و اینا رو معرفی میکنه که حالا ما خیلی فعلا باهاش کاری نداریم. من یه دونه کمپ نسبتا مناسب واسه خودم درست میکنم. این 13 تا تنه درخت میخواد. من اینو میکارمش اینجا یه ذره آبرومندتره باز. بعدش باید برم چوب بیارم دیگه. این درخت ها رو میشه قطع کرد. اوه حرکت رو ببین، چقدر خفن، چقدر طبیعی. صدا چیه این داره میاد؟ اوه از این آدم ها، از این آدم جنگلی ها. آشتا ببینم، شما بچه منو دزدیدین، شما بچه منو بردید. این آموستا میکشم، همه تونو میکشم، به هیچ کدومتون رحم نمیکنم. این که مرد، یکی دیگه هم اونجاست. وای چقدر ترسناک داره میشه. اینا تو شب بیان که من سکته میکنم اصلا. اوه چه عصبی هم هست. بذار من اینو کاراشو بکنم اول، بعد برم سراغ اون یکی که یادم نره اینو کجا کشتم. تو هم اونجا وایسا، الان میام سراغ دهن تو رام سرویس میکنم. اینو میندازمش فعلا اینجا باشه. بیا اینجا ببینم. در نرو بیناموس وایسا. اینجا. بیا اینجا. اینجا ببینم آشغال، پسر من کجاست؟ بچه منو کجا گذاشتی؟ بیناموس، بچم کو؟ چه آکروباتی هم میزنه پوفیوز. بمیر بابا، بمیر. هنوز شب نشده، من دهن همه تون رو سرویس میکنم. تمامه یا بازم هست؟ تمام شدن دیگه فکر کنم. این یکی رو که آوردم جنازه‌شو گذاشتم همینجا، این یکی هم میندازم بغلش که قشنگ یادم بمونه این لاشخورا رو کجا انداختم. سر منو میدوزی ها؟ دهن همتون رو سرویس میکنم، هر چی از اینا تو جنگل باشه میکشم. این درختی که کندم هم این شکلی افتاد رو زمین. هر کدوم از درختایی هم که قطع میکنی دو تا این چوبا بهت میده. با یه دونه‌ش هم دو تا حالت دیوار میکشه. برم اون یکی هم بیارم. باید 13 تا اینا بیارم تا این کامل شه. یه دونه دیگه این سوسمارو هم سوئیسی از این بغل رد شد. اونم اگه میتونستم بگیرمش خیلی خوب میشد. این پوسته اینا قطعا یه جا خیلی به دردم میخوره. ازا فعلا این خونه رو کاملش بکنم، از همه چی مهمتره. اول باید اینو بسازم، بعد آتیش رو روشن کنم. این دوتا مسئله از همه چی مهمتره. غذا مزه و اینا هم فعلا یه چیزایی دارم دیگه، خیلی نمیخوام دنبالش بگردم. یه خرگوشم داره اونجا میدوه. خیلی دوست دارم ببینم چه حیوانایی هست تو این بازی. چقدر طبیعی درخت میفته. بعد سری خودش تبدیل میشه به چوب تمیز شده. یه دفعه اتفاق عجیبی میفته اینجا. این دوتا رو هم میذاریم اینجا. یه ذره کامل تر شد. یه تنه درخت دیگه باید کنده باشم من. اینا هاشش، اینم میبرم میذارم سر جاش که باز کامل تر بشه. چند تا مونده؟ 4 تاشو گذاشتم تازه از 13 تا. اوه آخ داره شب میشه دیگه. من هر چه سریعتر باید این خونه رو تمومش کنم. خیلی زیاده این 13 تا چوبه، تقریبا 7 تا درختو باید بشکونی. ولی دیگه چیزی نمونده، یکی دو تا دیگه بشکنم تمومه. بعضیاشون هم به جای دو تا تنه درخت 3 تا میده، اونا خیلی خوبن باز. البته منم تازه الان داره ذره دستم میاد چجوری باید درختو رو قطع کنی. من همش از یه طرف میزدم، سخت قطع میشد. اینو باید دور تا دور بزنی بشکونیشون، بعد راحت میافته پایین. تا الان انقدر خسته شده که دیگه نا نداره اصلا بزنه درخت بشکونه. من باید سریع آتیش رو روشن کنم تا شب نشده. این بیناموسا میان سراغم. اینم قطع شد. حالا من یادم رفت اصلا اون یکی تنه درخت کجا افتاد. 2 ساعت زدم اونو شیکوندم. اینم بذاریم اینجا، فکر کنم یکی دو تا دیگه اگه بیارم تموم شه. چقدر چوب افتاده بود این نزدیک. دمش گرم، یکی داره کمکم میکنه. آخ خیلی دیگه تاریک شد. بذار ببینم حالا بدون آتیش با این فندکه میشه کاری کرد. آره فندکم روشن میشه، باز یه نوری داشته باشیم حداقل. چقدر ترسناک میشه اینجا شب. من میخوام شبو فقط برم بخوابم. آها بالاخره این خونه تموم شد بابا. ایوا یه دونه آتیشم این جلو من روشن بکنم تا نیومدن اینا. ببینم آتیشه چه جوری بود. فعلا یه دونه آتیش کوچیک اینجا روشن میکنم تا برم ذره چیز میز جمع کنم دیگه. اوکی آتیشه خدا رو شکر سری درست شد. روشنش کن ببینم بابا، خیلی تاریک شد اینجا. باز یه ذره بهتر شد اینجوری. امیدوارم آتیش که شنه فقط اینا نیان سراغمون. خیلی ترسناک شبش. آقا من میرم بخوابم، نمیخوام ببینم اصلا این صحنه رو. خب غذا و مزه چی حالا؟ این آشغال گوشت رو من میخوام چیکار الان اینجا؟ چه چیز کثافتیه. یه ذره بازی چندش هم هست انصافا، ولی خیلی خفنه خدایی. خب یه دونه این اسنکا رو میخورم یه ذره سیر بشم، یه دونه دیگه اش هم میخورم سیرتر بشم. فعلا فکر کنم اوکیه، میشه بخوابیم ما آقا. اوه این جنازه ها رو ببین حالا اینجا. مگس باید بیاد بشینه رو جنازه، چرا پرنده اومد؟ اینو بذار من ورش دارم بندازم تو آتیش ببینم چی میشه. آشغال اون یکی هم بذار بیارم بندازم تو آتیش. فکر کنم این جنازه
نیازم به دردی میخوره که این ور میداره دیگه، الکی ور نمیداره. این دوتا رو میندازم تو آتیش ببینم چه اتفاقی میفته. یا اول فاز خیلی بد شد دیگه شرایط، هیچ جا هم دیگه معلوم نیست. صبح شد دیگه بابا، بس دیگه. این پرنده ها چرا نمیرن خونه شون شبا؟ چرا هستن اینقدر؟ برید بخوابید دیگه، چیکار میکنید اینجا؟ چی شد؟ ا این تبدیل شد به استخون. چقدر خفن. گاز این فندکه تمام نمیشه، فقط سنگ لازم داره. صبح نمیشه آقا، ما بریم بخوابیم. یا ابوالفضل آتیش گرفتم. وای وای، همینجوری عقب عقب اومدم رفتم رو آتیشه. برم تو آب خاموش میشه سری. آره آخش، چقدر درد داشت آتیشه. خرگوش، خرگوشه رو میتونم شکارش کنم. سوسکی از این بغل مغلا. خب دیگه من برم بخوابم که فردا ادامه‌ش رو برم. الان تو شب هیچی معلوم نیست. این آتیشه هم یکی دو دقیقه دیگه فکر کنم خاموشه. چجوری میشه بری بخوابی زد و بعد نگهداری؟ خب یه صبح پر انرژی رو آغاز کردیم با کلی کار که باید انجام بدیم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این بازی هم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود و دوست داشتید که ادامه‌ش بدم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم و عمل میکنم به اون چیزایی که میگید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما باخبر بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.